بر اساس تازه ترین گزارش چشمنداز جمعیت جهان که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد انتظار می رود که جمعیت جهان در نوامبر سال جاری میلادی به 8 میلیارد نفر برسد رقمی که می تواند با توجه به کاهش میزان مرگ و میر و همچنین افزایش سطح امید به زندگی در پایان این قرن به بیش از 10 میلیارد نفر برسد برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که جمعیت جهان با کنترین سرعت خود از سال 1950 در حال رشد بوده و در سال 2020 میلادی نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده است. جمعیت جهان به رشد خود ادامه خواهد داد و می‌تواند در سال 2050 میلادی به 9.7 میلیارد نفر برسد. پیش بینی می شود که در دهه 2080 جمعیت جهان به اوج خود در حدود ده ممیز چهار میلیارد نفر برسد و تا سال 2100 میلادی نیز در این ساعت باقی بماند. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده که در سال 2023 و و میلادی قرار است جمعیت هند از چین پیشی بگیرد. دو کشوری که هر کدام در حال حاضر بیش از یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت دارند. در تازه ترین گزارش چشمانداز جمعیت جهان آمده که اگرچه رشد جمعیت نشانهی ملموس از موفقیت جمعی ما در بهبود شرایط زندگی مردم به شمار می رود اما نگرانی هایی را هم با خود به همراه دارد. در حالی که رشد جمعیت ممکن است آسیب های زیست محیطی را تشدید کند کشورهای توسعه تر که مصرف سرانه آنها در بخش منابع مادی به طور کلی در بالاترین میزان قرار دارد بیشترین مسئولیت را برای اجرای استراتژی‌های های لازم جهت تفکیک فعالیت های اقتصادی انسانی از محیط زیست برای جلوگیری از تخریب آن را دارند تا قبل از سال 2050 میلادی تنها هشت کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، هند، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و تانزانیا بیش از نیمی از رشد جمعیت جهان را به خود اختصاص خواهند داد. با این حال پیش بینی می شود که به دلیل کاهش نرخ باروری جمعیت 61 کشور جهان بین سالهای 2022 تا 2050 به میزان یک درصد یا بیشتر با کاهش روبرو شود. رسیدن جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر در سال 2022 میلادی نقطه عطفی است برای یادآوری هرچه بیشتر مسئولیت ساکنان این کره خاکی برای مراقبت هرچه بیشتر از زمین علیرضا محبی